سلام دوستان خوش آمدین به یک ویدیو دیگه در این ویدیو یوتیوب ای یک آپدیت از اقتصاد کلان از بیت کوین از آلت کوین ها از جمله اتریوم، الگوران کاردانا پالیگان ماتیک و بعض آلت کوین های بیشتر آن بدم و در آخری ویدیو ولت نهنگ بیت کوین هم بررسی میکنیم ویدیو تا انتها با ما همراه باشین قبل از شروع ویدیو یک لطف کنین که برین پایین ویدیو لایک کلیک کنین با کانال حمایت کنین جدید هستین در کانال کانال هم سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش روی آل قرار بدین تا ویدیوهای جدید کانال از دست ندین میریم داخل مارکت هم لحظه که من ویدیو برتان میگیرم بیت کوین روی 19141 دلار هست از پنجشنبه هفته گذشته تا امروز بیت کوین بین همین 19000 تا 19670 دلار گیر کردن نمیره بالاتر نمیره پایینتر و چنین چیزی را ما در گذشته برای بیت کوین کم داشتیم و هر باری هم که بیت کوین در یک مدت طولانی فقط روی یک قیمت رنج زده بعدش یک اتفاق بزرگ پیش آمد گای خوب بوده گای بد من را از تجربه خودم برای شما میگم نظر شما چی هست واقعا برای بیت کوین زیاد عادی نیست که در یک مدت طولانی فقط روی یک قیمتی گیر کنم اونجا رنج بزنم و هر باری هم گفتم اتفاق افتاده بعدش بیت کوین جهت خود مشخص کرده شما کدام سناریو رو بیشتر می‌بینید بیت کوین 15000 دلاری یا بیت کوین 25000 دلاری دوستان نظر شما رو در کامنت بخوانم ایتریوم 1293 دلار خبر خوب خبر جالب خبر مهم از ایتریوم برای شما دارم بین بی 272 دلار ایکس آر پی 46 سنت کاردونا فعلا روی 35 زنده خبر جالب از کاردونا برای شما دارم سولانا روی 29 دلار دوچ روی هم قیمت دیروز پول کادو 6 دلار پالیگان ماتیک 84 سنت خبر بزرگ از پالیگان ماتیک هم برای شما دارم ارزش کل بازار کریپتو 958 میلیارد دلار 0.3 را درصد منفی در 24 ساعت گذشته دامیننس بیت کوین 38.3 درصد مال 16.3 درصد حجم معاملات کل بازار کریپتو رو ببینید چقدر پایین آمده نسبت به نسبت به پری روز اگر در ویدیو اگر ویدیو دیروز یوتیوب دیده باشین این حجم معاملات بازار کریپتو بالای 100 میلیارد دلار بود الان چنده 50 میلیارد دلار یا در 24 ساعت گذشته 50 میلیارد دلار بوده یک سری بزنیم به تریدینگ ویو شاخص دلار چند در شاخص دلار هم روی هم عدد دیروز هستن 112 1212 و در چند وقت گذشته شاخص دلار هم همینجا ها گیر کرده بورس و کریپتو الان بیشتر شاخص دلار دنبال میکنه و ترس که یک مقدار بورس و کریپتو داره الان منظورم ترس برای رشد اوراقای دو ساله ده ساله و سی ساله آمریکا هستن اوراق قرضه آمریکا زمانی که بانک مرکزی یا فدرال رزرو آمریکا وارد چنین سیاست میشه اونا رشد میکنه و الان اوراق قرضه دو ساله ده ساله و سی ساله آمریکا سخت در حال رشد هستن من گاهی برای شما در این استیگرام هم استوری میکنم حتما بر در هم فالو کنید نام استیگرام دقیقا نامی یوتیوب و مشتبه کاپیتال هسته امروز صبح تورم تولید کننده آلمان از ماه گذشته از ماه سپتام اعلام شد و ماه گذشته دو اشاره سه درصد رشد داشته بیشترین میزان رشد در طول تاریخ واقعا تا هنوز ابزارهایی را که بانک های مرکزی برای پایین آوردن تورم استفاده کردن کار نکرده ولی ناگفته نماند که اگر ما بریم گذشته ببینیم وقتی بانک های مرکزی وارد چنین سیاست میشه که چهار ماه پنج ماه بیشتر نمیشه که واقعا بانک های مرکزی شروع به افزایش سود بانک مرکزی کرده پنج ماه بیشتر نمیشه وقتی که بانک های مرکزی وارد چنین سیاست میشه تاثیرش هم ما 7 8 ماه بعد در اقتصاد میبینه منظورم اقتصاد یعنی بازار کاری یعنی هفتش ماه بعدش میتونیم ببینیم که تورم بره پایین یعنی تورم پایین دفته باشه دیگه پس کم کم طرف های آخر امسال به نظر من تورم پایین میایه و اون وقت میتونه بازارهای مالی ریسکی مثل بورس های دیجیتال پس دوباره شروع به رشد کنه و دیروز یک نهنگ خوابیده بیت کوین یک نهنگی که 32 هزار بیت کوین در دسامبر 2018 به قیمت 3901 دلار خریده بود دیروز جابجا جا کرده و اکثریت کوین های بیت کوین در ناحیه های قیمتی فیلی خریده شده منظور یعنی کلا نه اینکه در قیمت حال حاضر منظورم امی ناحیه که قیمت بیت کوین قرار داره، اکثریت کوین های بیت کوین در همین ناحیه قیمتی خریده شده یعنی در بازارهای خرسی مختلف و بر اساس بر اساس تحلیل وال که گذاشتم میگه وضعیت فیلی یا قیمت فیلی بیت کوین و ناحیه فیلی قیمت بیت کوین یک ناحیه خیلی مهم هستن الان فعالیت بعضی نهنگ هایی که در یک مدت طولانی خوابیده بودن فعالیت اونها پس زباره شروع شده نهنگ هایی که 337,000 هزار از کوین های بیت کوین را دارن 337,000 هزار بیت کوین پول خیلی زیاد هستن حالا من چند تا آپدیت برای شما از آلت کوین ها را میدم آپدیت خیلی جالبم برای شما میدم اولش این که مایکروسافت با متا با فیسبوک یک پارتنرشیپ شروع همکاری شروع کردن که مایکروسافت بتانه بعضی از محصولات آفیس 365 خود بیاره روی روی ویرچوال ریالیتی واقعیت مجازی یا بهتر برتان بگم متاورس یعنی فیسبوک و مایکروسافت قشنگ برای ما سیگنال میده که آینده متاورس و اونا از همین الان برای شامدگی گرفت و متاسفانه هنوز اکثریت از ماها ها بحث دارن که متاورس نامدارم اینفتی های کارتونی هسته و کسی از متاورس اینفتی استفاده نخواهد کرد فقط سب کنین تا بازار خرسی تمام بشه و بعدش ببینین که چه مقدار مردم شروع استفاده اینفتی و متاورس خواهد کرد و اونایی که امروز بتوانه بعض اینفتی و متاورس های خوب خرید کنه یقینا بتانه سود خوب ازش بگیره برای مثال NFT های NFT برت بورت کلاب در شروع سال گذشته قیمت هر NFT شی بیش از بیش از هزار دلار هم نبودن در آخر سال گذشته تا چند رسید دورو برای نیم میلیون دلار رسید خب زمانی NFT های بورت ایپیات کلاب آمده بود که من داخل مارکت بودم ولی من زیاد به NFT اهمیت نمیدادم اما بعدا متوجه شدم که خب هنوز ما در شروع فناوری بلاک چینیم هر روز تکنولوژی های جدید می در آخر سال گذشته متاورس ما درسته ارزهای دیجیتال مدت زیاد داخل بازار کریپتو ولی در آخر سال گذشته یک تکنولوژی جدیدی به نام متابرس برای مردم معرفی شد و هنوز آنچنان کسی از متاورس شروع به استفاده نکرده و من مطمئن هستم که تا یکی دو سال دیگر خیلی چیزای جدید دیگه داخل بازار کریپتو خواهد آمد و بهتر است کنار نادیده نگیرید. در شروع ریسکی خیلی زیاد می‌گیری. در شروع خیلی خطرناکه ولی بعض وقت همون ریسکا بتونه برات بهترین نتیجه ها رو بده و آپگرید بعدی اتریوم هم قرار به زودی شروع بشه این ایبار بار شانگهای هستم و این آپگرید آپگرید هست که برای کسانی که اتریوم شون استیک کردن برای اینا اجازه میده که اتریوم شون و برای اکثریت امکان استیک اتریوم میده و بعدش این آپگرید فیز گسفی شبکه ایتریوم پایین میاره میدونین که ایتریوم 7 تا 7 تا دیگه هم بعد از این آپگریت شامپای داره مرج داره ورج داره پرج داره غرج داره آپگریت های خیلی زیاد دیگه در پیش رو داره و این طرفی دیگه فیدلیتی که در مورد فیدلیتی قبلا هم برای شما صحبت کردم 4.5 تریلیون دلار پول زیر مدیریت دارن اعلام کردن که هز... یا طبق ایمیلی که برای مشتریان خود فرستاده نشان میده که میخوای از هفته بعد ارائه ترید کردن ایتریوم برای مشتریان خودش بده خبر جالب برای ایتریوم به این طرف دیگه چارلز کاسکنسون خالق و بنیانگذار ارز کاردانا در اکتیویتی نوشته که مثلا بلاکچین الگوران آمده روی بلاکچین کاردانا بلاک چین آمده روی بلاک کاردانا و انگار که بلاک چین مثل یک پروژه زلایدی دو مقیاس پذیری ایتریوم برای کاردانا کار میکنه جزئیات خیلی زیاد در موردش وجود نداره ببینیم که در روزهای آینده کدام معلومات برای ما میده یا نه و این طرف دیگه نو بانک یک بانک برازیلی هست که همین الان 70 میلیون مشتری در سمت آمریکای لاتین داره اعلام کردن که میخواین یک توکن لویالیتی روی بلاکچین پالیگان ماتیک لانچ کنه و ایرا به احتمال زیاد از فصل اول سال بعد فصل اول 2023 شروع میکنه خبر جالب برای پالیگان ماتیک بزرگ یک بانک که الان 70 میلیون مشتری در سمت آمریکای لاتین داره میخواه. شروع به استفاده فندوری بلاک یا شروع استفاده بلاک چین ماتیک کنه و یقینا کارهای بیشتر و جالب تر هم در آینده انجام خواهد داد که میتونه 100 درصد به نفع سرمایه گذاران ماتیک باشه ننگایی که بین 1000 تا 100 هزار دارن دیروز خرید کردن اینا خب خریدش یک روز بعد نشان میده این خرید مال پری روز بود این خرید مال دیروز بوده خرید کردن کم خیلی کوچولو و نهنگایی که بین ده هزار تا ست هزار دارن فروختن اینا اینا یک کوچیک فروختن دیگه دلیلش ها تا رو برتان بگم و دلیلش هنوز معلوم هم نیست ببینیم که در روزهای پیش رو چی خبرهایی میایه ولی خب مهم است که اینا رو دنبال کنیم یعنی فروش از اینا چقدر ادامه دار خواهد شد خرید اینا چقدر ادامه دار خواهد شد چون مطمئن اینا یک قدم از ما و تو پیشتر شاید خیلی چیزها رو بهتر و بیشتر از ما و تو حتما ویدیو لایک کنین مرد در اینستاگرام فالو کنین نام اینستاگرام دقم نام یوتیوب مشتبه با کاپتالا ما امیدوار هستیم که ویدیو برتان مفید بوده باشه تا ویدیو بعد خدا نگهدار